با سلام به یکی دیگر از برنامه های زن راستین خوش آمدید به دنبال بحثی که در برنامه گذشته داشتیم اگر به یاد داشته باشید خصوصیت دیگری از زن راستین رو مورد بررسی قرار دادیم که راستی، صداقت و عدم ریاکاری او بود در کلام خدا ما متوجه میشیم که شدیدترین انتقاد مسیح از اشخاصی زناکار و باجگیر نبود بلکه از فریسیان ریاکار او ریاکاری نقش بازی کردن و تظاهر رو به خمیرمایه تشبیه میکنه خمیرمایه دونه که خیلی کوچیکه و اگر به خمیر اضافه بشه باعث پف کردن خمیر میشه و یواش یواش همه خمیر رو مخمر میکنه پس ریاکاری چیزیه که صاحب اون فکر میکنه که اون رو میتونه مخفی و در سایز کوچیکی قرار بده و اونو کنترلش بکنه قافل از اینکه تبدیل به چیزی میشه که هیچ وقت قابل کنترل نیست و یواش یواش تبدیل به عادتی میشه که وجود همه وجود اون شخص رو به تباهی میکشه مسیح در لوقا با به دوازده به شاگردان خودش گفت اول که از خمیرمایه فریسیان که ریاکاری است احتیاط کنید زیرا چیزی نهفته نه نیست که آشکار نشود و نه مستوری که معلوم نگردد بنابراین آنچه که در تاریکی گفته اید در روشنایی شنیده خواهد شد و آنچه در خلوتگاه در گوش گفته اید بر پشت بامها ها ندا خواهد شد کلمه این ریاکار در اصل زبان یونانی به معنی نمایشگر نمایشنامه و یا هنرپیشه هست در یونان باستان رسم بر این بود که در نمایش های تنظامیز و کمدی ها و یا تراجدی ها و نمایش های بازیگر نمایش با پوشوندن صورتش با ماسک های مختلف نقش های متفاوتی رو در اون بازی ایفا می کرد. در واقع ماسک یا پوشش صورت او اصلی ترین بخش لباس او محسوب می شد. در پشت اون ماسک نقاب خودش رو پنهان می کرد. و ریاکار هم همیشه خودش رو در پشت یک ماسک پنهان میکنه و در حال بازی کردن نقشی هست که خودش نیست امروزه ما میبینیم که زنان برای رسیدن به خیلی از آرزوها و خواسته های خودشون دونسته و ندانسته در اسارت یک زندگی متظاهر و ریاکار و فاقد راستی هستند که با تکرار اون به اون نقش عادت کردند اونها در بازی کردن اون نقش اونقدر مهارت پیدا میکنن که خودشون هم اون رو باور میکنن و جزی از وجودشون میشه ولی باید تعجب داشت که در کلام خدا شیطان دشمن خدا و پدر دروغگویان معرفی شده اون ماهرترین هنرپیشه ای هست که برخلاف درون شریرانش میتونه خودش رو به شکل فرشته نور ظاهر کنه زمانی که زندگی ما بر اساس دروغ ناراستی، ریا و تزویر بنا میشه در واقع تابع شیطان و اسیر قل و زنجیرهای پدر دروغگویان میکنه ما رو ولی مسیح که گفت من راستی هستم فقط او قادره که ما رو از این اسارت خطرناک ریا و تزویر آزاد بکنه زن راستین زنی هست راست و نریاکار در کلام خدا ما به زنی برمیخوریم که همراه با شوهرش تصمیم گرفت که به خدا و جماعت ایمانداران دروغ بگه و با ریاکاری خودش رو طوری جلوه بده که به نظر برسه توجه کنید به نظر برسه که شخص مؤمن و بسیار خدا ترسی هست اسم این زن سفیره بود که در کلام خدا در کتاب اعمال رسولان به عنوان زنی که سعی کرد روح القدس رو فریب بده نام برده شده جریان از این قرار بود که در زمان کلیسای اولیه هر کس که صاحب زمین یا خانه بود تمام اون و یا بخشی از اون رو میفروخت و پول اون رو به کلیسا میداد تا احتیاجات همه رفت بشه. کلام خدا میگه در این بین شخصی به اسم برنابا زمینی داشت که اون رو فروخت و همه پول اون رو به کلیسا داد. حالا در این اسنا در فصل پنجم کتاب اعمال رسولان صحبت از یک زن و شوهری هستش که اونها هم ملک خودشون رو فروختن و قسمتی از پول زمین رو برای خودشون نگه داشتن ولی تظاهر کردند که همه پول رو آوردن قسمتی رو برای خودشون نگه داشتن اما تظاهر کردند که همه پول رو آوردن چرا؟ شاید در این صورت به نظر می رسید که روحانی ترن و به خاطر سخاوتشون در مرکز صحبت و متح همه قرار می گرفتن حال خدا این تشخیص رو به پتروس داد که اونا دارن دروغ میگن. در واقع خدا از زبان پتروس به هنانیا گفت به شوهر این زن چرا اینطور تسلیم شیطان یعنی پدر دروغگویان شدی تا تو رو وادار کند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت رو نگاه داری آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیارت نبود؟ چطور شد که چنین فکر کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته ای همین که هنانی این سخنان رو شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی که این را شنیدند بسیار ترسیدند در واقع خدا میخواست به ایمانداران نشون بده که چقدر از گناه ریاکاری و تظاهر کراهت داره و به طور جدی با اون مقابله میکنه و اگر جلوی اون گرفته نمیشد مثل خمیر که همه خمیر رو مخمر بکنه به همه ایمانداران سرایت میکرد و خدا جلوی اون رو گرفت حالا ما میبینیم که سفیره زن هنانیا بعد از سه ساعت وارد صحنه میشه و بدون اینکه از جریان همسرش با خبر باشه او هم به پتروس دروغ میگه و با ریاکاری و تظاهر مدعی میشه که زمین رو به همین قیمت فروختن و همه پول رو آوردن نه قسمتی از اون رو و میبینیم که خدا با همون ردیتی که با شوهرش برخورد کرد با ریاکاری سفیره برخورد میکنه کلام خدا میگه در همون لحظه پیش پایهای پتروس افتاد و جان بداد سفیره یکی از زنانی هست که در کتاب مقدس صحبت از ریاکاری و تظاهر شده و خدا از این زن به عنوان به همراه شوهرش استفاده میکنه تا به طور جدی ما رو از خمیرمایه ریاکاری، ناراستی، دروغ و تظاهر برحذر کنه. اگه کسی بخواد در مورد ما صحبت بکنه چه نظری میده؟ آیا مردم یا خدا در مورد ما هم اگه بخوان صحبت کنن صحبت از ریاکاری و تظاهر ما مثل سفیری خواهد شد بیا دارید آنچه را که مسی گفت از خمیرمایی ریاکاری احتیاط کنید زیرا چیزی نهفته نه نیست تا آشکار نشه و نه مستوری که معلوم نگردد بنابراین آنچه که در تاریکی گفته اید در روشنایی شنیده خواهد شد و آنچه در خلوتگاه در گوش گفته اید در پشت بام ها ندا شود. و این سخنان مسیح در ارتباط با سفیره و شوهرش هنانیا عملی شد اونها در خلوت با هم قرار گذاشتن که با دروغ ریاکاری کنند و نقش یک شخص روحانی رو بازی کنند ولی خدا در مقابل اونها ایستاد و هیچ چیز مستور و پنهان باقی نمون در ابرانیان چهار آیه سیزده آیه زیبایی هست که میگه هیچ خلقت از نظر او یعنی خداوند مخفی نیست بلکه همه چیز در چشمان او برهنه و منکشف می باشد شما چگونه زنی هستید؟ من چگونه زنی هستم؟ آیا با نگاه کردن به سفیری ریاکار متوجه وجود این گناه جدی در خودمون میشیم؟ آیا ما هم با گذاشتن ماسک های متفاوت سعی میکنیم که های متفاوت بازی کنیم و همیشه خودمون رو هنرپیشهای میبینیم که بر روی صحنه در حال ایفای نقشی هست نقشی که خودش نیست آیا ما از اینکه خودمون باشیم میترسیم آیا چیزهای پنهان و مستوری هست که اگر در روشنایی بیان خجالت آورند آیا در خلوتگاه و تاریکی در گوش چیزهایی رو گفتی که اگر بر پشت بام ها ندا بشه شرماورن به یاد داشته باشید که برخورد خدا با ریاکاری بسیار جدی هست و ما انسان رو فریب نمیدیم بلکه در نهایت به خدا دروغ میگیم مسیح با همه محبت و آغوش بازی که نسبت به گناهکاران داشت در متا باب 23 هفت بار عبارت وای بر شما کاتبان کاتبان و فریسیان ریاکار رو به کار میبره وای بر شما کاتبان و فریسیان ریاکار همونطور که میدونید کلمه وای در کتاب مقدس نشانه داوری و عاقبت هولناکی هست که با خودش به همراه داره مسیح کاتبان و فریسیان رو در اینجا مخاطب قرار میده چرا؟ چون کاتبان و فریسیان به طور عموم معلمین کلام خدا در ایام عیسی مسیح محسوب میشدن که عموما ظاهر زندگی اونها با باطن اون اونها همخانی نداشت مسیح در متی باب 23 آیه 27 به اونها گفت وای بر شما ای علما و فریسیان ریاکار شما مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل اونها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کسافات است شما هم همینطور ظاهرا مردمانی درستکار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید ممکن همین حالا ما به خودمون بگیم این حرفا چقدر خوبن برای فلان کس یا چه خوب میشد فلان کسک اینها رو میشنید خیلی با زندگیش میخوره ولی جالب اینه که مسیح در این آیات میگه وای بر شما مخاطب من و شما هستیم بیاید جای کاتبان و فریسیان اسم خودمون رو بذاریم مسیح گفت وای بر شما کاتبان و فریسیان ریاکار و حالا ما بگیم وای بر تو سابرینای ریاکار وای بر تو مریم ریاکار وای بر تو پروین ریاکار آیا مسی این سخن رو، این صحبت ها رو داره که به ما بگه؟ چه احساسی به ما دست میده؟ آیا بدمون میاد؟ آیا احساس میکنیم که همونطور که سفیره و حنانیا موردی داشتن که سعی کردن با اون دیگران رو فریب بدن ما هم به مواردی در زندگیمون برمیخوریم که با اونها سعی کردیم زندگی رو به پیش ببریم ولی زندگی که درون و برون اون با هم همخونی نداره؟ فراموش نکنیم که خدا به راستی در قلب راقب هست و با زندگی ریاکارانه برخورد جدی داره و اون رو مورد داوری قرار میده در آخر میخوام به زن دیگری در کلام خدا اشاره کنم که یکی از خصوصیاتش زندگی ریاکارانه و دوگانه بود که داشت و به همین دلیل کلام خدا او رو زن احمق میخونه اگر به کتاب امثال سلیمان فصل هفت مراجعه بکنید ما در اونجا با پدری مواجه میشیم که به پسر خودش نصیحت میکنه که اگر میخواد ازدواج بکنه از چه نوع زنی بر باشه و با خصوصیاتی که خصوصیاتی که معرفی میکنه این زن رو زن نادان یا احمق خطاب میکنه پس به یاد داشته باشیم که زنی که در امثال سلیمان فصل هفت از او یاد شده زن نادان نام داره امیدوارم خدا زمانی فرصتی به ما عطا بکنه که یک روز با هم خصوصیات این زن رو با هم مطالعه کنیم و در مقایسه با زن حکیمی که مخصوصا در امسال با بسیار یک معرفی شده اونها رو در این مقایسه حقایق بسیار ارزنده ای رو برای زندگی خودمون به عنوان یک زن از دید خدا دریافت کنیم ولی حالا با رجوع به موضوع صحبتمون که ریاکاری هست میبینیم که کلام خدا یکی از خصوصیات بارز این زن نادان رو خصوصیت دوگانگی و ریاکاری او معرفی میکنه او یک زن شوهرداری هست که در قیاب شوهرش به او خیانت میکنه و عهد وفاداری خودش رو نسبت به او میشکنه او مرد دیگه ای رو به دام انداخته و در آیه 14 به او میگه امروز نظر خود را ادا کرده قربانی نمودم و از گوشت آن غذا پختم پس بیرون آمده دنبال تو میگشتم خواستم تو را پیدا کنم و حالا پیدایت کردم در واقع ادای نظر و گذاشتن قربانی اشاره به پرستشی هست که در اون روز این زن انجام داده بود در اون موقع برای ادای پرستش رسم بر اون بود که اول قربانی میگذرانیدند ولی قبل از گذرانیدن قربانی معمولا پرستش کنندگان میبایست که بر حسب لاویان باب 7 آیات 11 و 12 همراه حیوانی که برای قربانی می آوردن هدیه ای از نان بدون خمیرمایه هم تهیه می کردند. توجه کنید یک هدیه از نان بدون خمیرمایه و قسمتی از اون رو به کاهنان میدادند و هر اون چرا که میموند به خونه می آوردن و مدت سه روز همراه با خانواده اون رو میخوردن و در خانواده با هم خدا رو پرستش میکردن جشن می گرفتن و شکرگذاری به جا می آوردن حالا این زن همه اینا رو انجام داده ولی موضوع اصلی اینه که شوهرش برای تجارت به سفر رفته و این زن در خونه با چه کسی از خانوادهش میخواد پرستش و شکرگذاری کنه؟ و بلافاصله به نزد مرد دیگری که شوهر او نیست میره و میگه دنبالت میگشتم و پیدایت کردم آیا به وجود ریاکاری و دوگانگی و عدم تطابق بین ظاهر و باطن این زن پی میبرید؟ صبح در پرستش و گذراندن قربانی و حالا به دنبال کسی که شوهر او نیست چه قبر سفیدی میگن تو همیشه اون چیزی هستی که در خونه هستی و این زن در خونه یک خیانتکار به شوهر بود از بیرون اهل پرستش و از درون خیانتکار به شوهر درونی پر از استخوانهای متعفن و نجس آیا دقت کردید که نانهایی که این زن میبایست بپزه میبایستی بدون خمیر بایه باشن؟ بله میبایستی پرستشی بدون خمیر نایه داشته باشه هدایای این زن بدون خمیرمایه بود ولی آیا زندگی او هم بدون خمیرمایه ریاکاری بود و مسیح ما رو از این خمیرمایه ریاکاری برحضر داشت مسیح به این چنین زنی دوباره خطاب میکنه که هیچ چیز پنهان و مصدور باقی نمیمونه کلام خدا در دوم تیموتائوس صحبت از افرادی میکنه که برای بدن مسیح مزر هستند چون مثل خمیرمایه عمل میکنند مثل خمیر مایه میتونن همه چیز رو مخمر بسازن و باید از اونها با حذر بود. اینان ریاکارانی هستند که پولس درباره اونها میگه صورت دینداری دارند ولی قوت آن را انکار میکنن. یعنی در صورت در ظاهر صورتی خدا ترس و روحانی دارن ولی هیچ وقت قدرت روحانی یا سمرات روح القدس قوت روح القدس و زندگی مسیحی رو در اونها نمیبینیم. من و شما چطور هستیم؟ کلام خدا من و شما رو در چه گروهی طبقه بندی میکنه؟ زن نادانی که از یک طرف پرستش میکنه و به وقتی بیرون میره به دنبال خواهش های دل خودش اصول کلام خدا رو به آسونی میشکنه؟ یا ما رو در طبقه زنان حکیمی قرار میده که با راستی و صداقت خدا رو خوشنود میکنن؟ وده خدا برای این چنین زن راستین که با صداقت زندگی میکنه در امثال ده آیه نو اینه کسی که به راستی راه رود در امنیت سالک گردد و کسی که راه خود را کج سازد آشکار خواهد شد برای یکی امنیت هست و برای دیگری آشکار شدن و خجالت آنچه پنهان نگاه داشته بشه به ظاهر میاد شما کدوم زنی هستید؟ زن ریاکار و مخفی کننده و یا زن راستین و صادق باشه که ما همه ما به این سوال صادقانه جواب بدیم ما چگونه زنی هستیم؟ آیا وقتی که خداوند ما رو خطاب میکنه کلمه وای برای ما استفاده میکنه؟ به یاد داشته باشیم یکی از علائم زندگی ریاکار این هست که وقتی وای ها رو میشنوه اونها رو خوب برای دیگران میدونه نه برای خودش مسیح گفت وای بر شما ای ریاکاران آیا در این طبقه بندی اسم من و شما هم جا داره؟ آیا مسیح به ما هم میگه وای؟ آیا در زندگی من و تو هم خمیر مایه هایی هست که تصمیم گرفتیم اونها رو قایم بکنیم؟ آیا زندگی ما هم وقتی که مسیح بهش نگاه میکنه مثل اون قبر سفیدی هست که از بیرون خیلی زیبا و درخشنده هست ولی از داخل پر از استخانهای متعفن و نجس مسیح به درون زندگی ما نگاه میکنه مسیح به درون زندگی فریسیان نگاه کرد بیرون زندگی اونها زندگی بسیار مذهبی و بسیار مطلوب به نظر میرسید ولی مسیح چون داخل رو میدید چون زندگی بود که بیرون و درونش با هم همخونی نداشت مسیح به اونها گفت وای بر شما چون که او از ریاکاری متنفره او راستی رو دوست داره مسیح گفت من راستی هستم پس میخواد که ما هم در راستی زندگی بکنیم خمیرمایه ریاکاری رو از خودمون دور کنیم آیا وقتی که در مورد زن نادان خوندیم تشابهاتی با او در خودمون میبینیم که در بیرون در زمان پرستش چیز دیگه ای هستیم و وقتی که در خونه هستیم چیز دیگری به یاد داشته باشیم من واقعی ما اون زمانی روشن میشه که در خونه هستیم آیا در خونه مسی بوی اطر خودش رو از ما میگیره یا با خمیرمایه های خودمون زندگی خودمون رو همه رو داریم به مخمر میکشونیم و به یاد داشته باشیم که این مخمر زندگی این خمیرمایه به دیگران هم به شوهر ما به بچه های ما به خیشاوندان ما به همسایه ما هم میتونه سرایت بکنه آیا ما زنی راستین هستیم پر از صداقت و بدون ریاکاری یا زنی ناراست که در حضور خدا بایستی تو بکنیم باشه که خودمون رو در حضور خدا باز کنیم و هر آنچه رو که درون داریم به او بگیم و از خمیر مایه ها خودمون رو آزاد کنیم تا برنامه دیگر شما رو به دست های خدای راستین میسپاریم و دعا میکنم برای همگی شما برای خودم که باشد که همه ما مثل زنی راستین برای مسیح بدرخشیم و او رو خوشنود بکنیم تا برنامه آینده شما رو به دست های خدای راستین میسپارم خدا با شما با.